نامه نجیب بارور به احمد مسعود. بارور گپ خود را پس گرفت. کاهش 60% برق صادراتی ازبکستان به افغانستان. از سرگیری روند پذیرش پناهجویان افغان در آمریکا. موتر نظامی طالبان در کابل هدف انفجار قرار گرفت. به نام خداوند بخشاینده و مهربان. سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. تقاضا میکنیم تا پایان ویدیو با ما همراه بوده و این کانال را نیز سابسکرایب کنید. پذیرش پناهجویان در آمریکا از سر گرفته می شود. CNN در گزارش به نقل از وزارت امور خارجه آمریکا عنوان کرده است که پس از توقف موقت در اواخر 2021 پذیرش پناهجویان در آمریکا این هفته از سر گرفته می شود. دولت بایدن پذیرش پناهجویان را از اواخر سال 2021 متوقف کرده بود، اما موارد استثنایی و خاص قابل پذیرش بوده است. بر اساس این گزارش به نقل از وزارت خارجه آمریکا از هفته جاری پذیرش دوباره شروع می شود. به این معنی که پناهندگان از سراسر جهان که تحت بررسی آمریکا برای اسکان مجدد قرار گرفتن اجازه خواهند داشت وارد این کشور شوند و پس از 11 جنوری محدودیت های پروازها رفع می شود. به گفته وزارت امنیت داخلی آمریکا، حدود 55,000 شهروند افغان در سراسر آمریکا اسکان داده شده و حدود 20,500 نفر از 6 جنوری در پایگاه های نظامی در آمریکا باقی ماندند. بر اساس آخرین آمار مرکز رسیدگی به پناهندگان وزارت امور خارجه، تا 3 نوامبر بیش از 2,000 پناهجو در سال مالی جدید در آمریکا اسکان داده شدند. سقف سال مالی 2022 در این کشور که تعیین می کند چه تعداد پناهنده می توانند در آمریکا اسکان داده شوند، 125,000 نفر است. یک موتر نظامی طالبان در کابل هدف انفجار قرار گرفت. یک موتر نظامی طالبان در کابل هدف انفجار قرار گرفت و 2 نیروی طالب زخمی شد. وزارت داخله امارت اسلامی اعلام کرد انفجار صبح امروز در مربوطات ناحیه نوم کابل رخ داده است. عقیل جان عظام، معاون سخنگوی وزارت داخله طالبان، در پیام به خبرنگاران گفت در این انفجار 2 نیروی این گروه زخمی شدند. به گفته او این رویداد تحت بررسی قرار دارد. هنوز فرد یا گروه مسئولیت این رویداد را به عهده نگرفته است. برق صادراتی ازبکستان به افغانستان 60% کاهش یافت. شرکت برق اعلام کرده است که برق وارداتی ازبکستان بدون هماهنگی با این شرکت حدود 60% کاهش یافته است. این شرکت روز چهارشنبه 22 جدی در بیانیه نوشته است که مقام‌های ازبکستان دلیل این کاهش را مشکلات تکنیکی عنوان کرده است. به نقل از بیانیه، در استیشن تلمرجان این کشور مشکل تکنیکی به وجود آمده که در نتیجه میزان برق وارداتی به افغانستان کاهش یافته است. مقامات ازبکستان گفتند که کار روی رفع این مشکل جریان دارد. به گفته آنها این مشکل تا چند روز آینده حل خواهد شد. این در حالی است که همساله در فصل زمستان مردم با مشکل برق مواجهند. شرکت برق همچنین گفته است پس از کاهش 60% برق وارداتی ازبکستان، 16 ولایت کشور با کمبود برق روبرو شدند. نامه نجیب بارور به احمد مسعود. او روی صفحه فیسبوکش نگاشته است: صفحه من صفحه مقاومت است، برادر بزرگوار احمد مسعود. به نیکویی میدانی که من قصد جز صلاح و اقتدار هندوکشانه نسبت به ابراز مسائل ندارم. من به لحاظ سنی از شما بزرگترم و مشورت هایم نیز استوار به یک دید تخصصی دانش سیاسی است که از دانشگاه فرا گرفتم. من نمیدانم اطرافیان و هواداران شما در مورد من چه فکر میکنند و در رابطه به من برای شما چه داستان می سرایند.
اما نگاه من به شما از همان نخستین دیدار ما نگاه معنادار و با اصول است. من شما را فرزند مردی می دانم که در شرایط دشوارتر از امروز قرار گرفته بود، اما خمی به ابرویش ننشست. امروز قرن 21 و عصر روایت های گوناگون است. شاید در مبحث گفتمانی خود را پیرو کدام امیر ندانم، اما در مناسبات اعتراضی افغانستان جزو کسانی بودم که به هر نوع سلطه‌گری محلی، قومی، زبانی و سیاسی نگفته است و در هیچ کجای تاریخ خبیث شریک مرداری کسی نبوده است. مقاومت امروز تمام روایت هایی است که بنابر مفهوم از طالب جدا می شود. مقاومت امروز بایست این ظرفیت را در خیش پرورش دهد که تمام این رنگ ها و صداها در برابر یک دشمن سازمان یافته نمود و ساختار پیدا کند. اعتراض و انتقاد تلخ و شدید من کینه فردی نیست و چنان که عده نشخوار می کنند قصد خرابکاری ندارم و با این روش در تلاش تا اصلاحات مورد نیاز را گوش زد کنیم. در لحظاتی که دشمن به اتاقهای خواب ما چنبر زده است فرصت برای اشتباهات دیگر نداریم، بلکه بایست همه در محوریت بخشیدن به بافت سازمانی مقاومت همکار شویم. اعتراض و انتقاد من گلایه شخصی فلان کس نیست، بلکه نارضایتی از یک سیستم حاکم است که نمیتواند ممثل رفتار عقلانی ما در فضای پیچیده بازی باشد. با حفظ حق اعتراض برای اصلاح قصد تخریب جز برای دشمن نداریم. صف ما مشخص است، اما لالای خان اشتباهات حیاتی اعضای صف نخواهیم بود. با تمام آن چه گذشت صف من و ما هنوز هم مقاومت است. پای این پست او محمد جواد رحیمی نگاشته است. بارور عزیز، ما و شما هم نسل هستیم و درد ما راه ما و خواست ما مشترک است. از همین رو مانند خودت از برادرمان توقع بسیار بلند و جدی داشتیم، اما متاسفانه او توسط یک گروه خونسا شده، آزموده شده و کوچک اندیش حلقه شده و با گذشت هر روز فاصله میان آن جوان و سایر جوانان کشور بزرگتر می شود. خودت بهتر می دانی که ما در آمریکا از اولین کسانی بودیم که برای تقویت موضع برادرمان عملا اقدام کردیم، اما دیرتر متوجه شدیم که یا اراده برای ایجاد یک سیستم منظم وجود ندارد و نظریات و پیشنهادات دیگران را به معنای تخریب خود می دانند و یا جز یک حلقه کوچک کسان دیگری برای آنها قابل تحمل نیست. به همین خاطر راه خود را جدا کردیم. از خداوند برای شما و تمام مبارزین جوان کشور آرزوی موفقیت و پیروزی می کنم. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.